با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی برنامه دیالوگ با ویژه برنامه نب انتخابات در خدمت شما بینندگان گرامی هستیم. ممنون از پیام‌هایی که برای این ویژه برنامه فرستادید و من در اینجا سعی می‌کنم تا قبل از اینکه مهمانان عزیز برنامه رو خدمت شما بینندگان گرامی معرفی کنم، بعضی از پیام هایی که برای ما رسیده خدمت شما قرائت بشه. پیامی هست از جمعی از فعالین رسانه‌ای و سیاسی اهل سنت خارج از کشور که اعلام کردند انتخابات رو بایکوت بکنید و از مردم خواستند که به هیچ نوع در این انتخابات فرمایشی و نمایشی جمهوری اسلامی ایران شرکت نکنند و دلایل خودشون رو هم ابراز کردن. به عنوان نمونه اعلام کردن که انتخاباتی به معنی حقیقی آن در سایه رژیم فعلی هرگز وجود نداشته. ما به عنوان اهل سنت تماما از اداره کشور و حتی مناطق خود در سطح پایین همچون استاندار محروم بوده و هستیم. و همچنین اعلام کردن طبق قانون رژیم جمهوری اسلامی ایران حق کاندیدا شدن برای پست ریاست جمهوری برای اهل سنت ممنوع است و دلایل زیادی رو آوردن که از مردم خواستن در انتخابات شرکت نکنند، چون روزها رژیم جمهوری اسلامی سعی میکنه که به هر نوعی شده فتواهای کذب رو در رسانه ها اعلام بکنه که گویا گروهی از شخصیت های سرشناس مذهبی در ایران و به ویژه اهل سنت میخوان در انتخابات شرکت کنن. و همچنین پیام های دیگه ای که اومده من میتونم خیلی تیتروار به اون اشاره بکنم، پیام هایی هست که از مادران واقعی کشتار آبان ماه و دی ماه هست، از خانواده های پرواز اوکراین هست، ببخشید اون هواپیمای اوکراینی هست که از ایران به کانادا بود و اونها از مردم خواستن به هیچ وجه در انتخابات شرکت نکنید و خود خانواده هم با جرأت اعلام کردند ما هزینه هایی رو که در این راه دادیم آمادیم تا بیشتر این هزینه ها رو بدیم و در انتخابات شرکت نخواهیم کرد. بله، دو مهمان گرامی این برنامه، سرکار خانم ناهید جعفرپور از اتحاد فدائیان خلق ایران و همچنین آقای حسن حاتمی از حزب دموکرات کردستان هستند که امیدوارم صدای من رو داشته باشید. من خانوما همیشه مقدم هستند. اولین سؤالم رو با خانم جعفرپور شروع میکنم. خانم جعفرپور، خدمت شما سلام و احترام فراوان دارم. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید و بفرمایید در این دوره از انتخابات آیا تفاوتی رو شما میبینید با دوره‌های قبلی؟ آیا مواردی هست که مردم رو ترغیب بکنه برای مشارکت در این انتخابات؟ با سلام خدمت شما جناب آقای مصطفی و مهمان عزیزتون و بینندگان عزیز، با توجه به سوالی که شما فرمودین باید توجه کرد. البته من نامی از انتخابات نمیبرم چون به اعتقاد منم همینطور که در پیام اهل سنت بود انتخابات در ایران مفهومی نداره، چون جمهوری جمهور مردم نیست و رژیم فاشیستی و نجات پرستیه که از دل ندامانکاری ها و عدم بدیل انقلاب بیرون اومد و 43 سال مردم رو در آواری فرو برده و به این لحاظ من اسمش رو رأی گیری بین خودی ها میذارم نه انتخابات. اگر شما در این 43 سال نگاه کنین
مردم ایران وهله به وهله اطلاع پیدا کردن، یعنی مبارزاتشون گسترش پیدا کرده، نظراتشون مشخصتر شده. شما اگر خیزش سال 96 و 98 رو با هم مقایسه کنین، میبینین این اعتلا رو و این گسترش رو و این بینش درست رو درون مردم خواهید دید. یک زمانی مردم هنوز فکر میکردن اصلاح طلبان حکومتی میتونن اصلاحاتی درون جامعه انجام بدن، به لحاظ این، برخی به لحاظ توهم، برخی به لحاظ ترس، برخی به لحاظ مسائل دیگه، و برخی از این منظر در انتخابات شرکت میکردن. ولی سال 98 دیما آبان ماه 98 نشان داد که کلیت این رژیم از منظر اکثریت مردم، وقتی من میگم اکثریت مردم، توجه بفرمایین، بالاخره درصدی از اینها هنوز طرفدار کلیت رژیم هستند. اکثریت مردم دیگر توهمی نسبت به رژیم نداشتند و خواهان رفتن کلیت نظام بودند. جمهوری اسلامی هم اینو به واقع میدونه، همینجور که ما در رسانه ها و رسانه های جهانی کنکاش میکنیم، اینها هم بالاخره اتاق فکر دارن و امروز به این نتیجه رسیدن که درست این تمام دولت های دیکتاتوری، شما نگاه کنین آغاز پایان دولت های دیکتاتوری در آلمان رو نگاه کنین، در اسپانیا رو نگاه کنین، در شیلی رو نگاه کنین، دوران محمد رضا شاه رو شما نگاه کنین، آغاز پایان یک رژیم دیکتاتوری به این ترفندهای درون خود، برای اینکه بتونه خودیهای خودش رو درون خودیهای خودش مشروعیت به دست بیاره رو انجام میده. به اعتقاد من جمهوری اسلامی الان به این مقطر رسیده که زنجیر پاره کرده و از سوی گفته میشه بالاخره خامنه مریض، شاید به فکر اینن که در آینده رهبر دیگر انتخاب کنن، هزار گونه مسئله اینا دارن، اتاق فکر اینا هزار گونه ترفند و نشستن فکر کردن. اما همه پرسی هایی که درون ایران شده، درسته به این همه پرسی ها نمیشه اعتماد کرد، ولی با این وجود 60% مردم که باشون صحبت کردن همه گفتن ما در انتخابات شرکت نمی کنیم. توجه بفرمایید، مردمی که اجازه دارن حق رأی داشته باشن. به اضافه این که توجه بفرمایید آقای مصطفی، نیمی از جمعیت ایران زنان هستند که 43 سال زیر فقر و ستم جنسیتی و خشونت های انواع و اقسام خشونت ها قرار گرفتن و اولین کسانی که اصولا در مقابل جمهوری اسلامی، کلیت جمهوری اسلامی قد علم کردن، درون جنبش زنان بود. شما خودتون اشعاف داریم به این مسئله. به لحاظ این، من اعتقاد دارم آغاز پایان جمهوری اسلامی از دید اکثریت مردم شروع شده. رژیم الان با این ترفندهایی که به هم زده، 7 نفر رو انتخاب کرده، 5 تا کوتوله و 2 نفر که یکیش محسن رضایی از مصلحت نظام و یکی رئیسی رو انتخاب کرده و میخواد اینا رو از صندوق بیرون بیاره، بیشترش هم مسئلش اینه که به در واقع کشورهای خارجی نشون بده که هنوز ما انتخابات برگزار میکنیم، تهدید میکنه مردم و شما در رسانه ها میخونین، یارانه ها رو قطع میکنیم، کمک های عدالت رو کم میکنیم، به نیروهای انتظامی در واقع یک جوری تهدید دادن، تلاش میکنن به هر وسیله شده تعداد مردم رو در صندوق های رای بیارن و تلاش میکنن رئیسی رو بیرون بیارن. البته امروز معادله ها تغییر کرده، به اعتقاد من آقای مصطفی امروز با یک ماه پیش فرق میکنه. امروز من فکر میکنم با نفرتی که مردم نشون دادن از رئیسی، میتونه از درون انتخابات کس دیگه بیرون بیاد، میتونه اصلا انتخاب علی خامنه‌ای یک کس دیگه باشه، در مقابلش اعتقاد شخصی من البته، میتونه محسن رضایی باشه، همه جور امکانات الان وجود داره. یعنی ما باید انتظار سورپرایز های مختلف هم از این رژیم داشته باشیم. در آخر خدمتون عرض کنم، چرا رئیسی، چرا محسن رضایی و چرا این 7 آدم مشخص رو انتخاب میکنه؟ رژیم میدونه، اشعاف داره که بهمن عظیمی در راهه، نه بعد از این انتخابات، ولی آوارهایی که بر سر مردم اومده، خیزش های بعدی وجود داره، کسایی رو نیاز داره که کاملا برای سرکوب این جامعه، سرکوب مردم، به اونها اعتماد تام داشته باشه.
البته در آخر خدمتون عرض می کنم دیگه سرکوب و زندان و اعدام بر زنان و مردان ایران تأثیری نخواهد داشت. ممنون. آقای حاتمی، با سپاس از حضور شما در برنامه و میدونم به هر حال یک مشکلات جسمی بود، اما شما قبول زحمت فرمودید و در برنامه دیالوگ حاضر شدید. حزب دموکرات کردستان چه سیاستی رو در مورد انتخابات این دوره ریاست جمهوری در ایران که دوره 13 هست و همچنین اومده شورا هم باش همزمان کرده که بتونه مردم بیشتری در انتخابات شرکت بکنن، البته در بعضی از مناطق میان دوره‌ای خبرگان هم هست. حزب دموکرات کردستان در مورد این انتخابات چه سیاستی رو اعلام کرده؟ بفرمایید. با درود به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز و همچنین نایت خانم جعفرپور مهمان عزیز برنامه و همه دستندرکاران و همکاران شما، عرض بزرگ شما، البته میشه گفت که این انتخابات این دفعه یا انتخابات به قول بعضی ها که میگن طوری ترتیب دادن که همه ارکان های جمهوری که 4 بخش رو شامل میشه، یعنی ریاست جمهوری، شوراها، میان دوره‌ای، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هم درش هست. در نتیجه آنچه که به حزب دموکرات کردستان برمیگرده، در اولین اعلامیه مشترک خود در مرکز همکاری با احزاب دیگر کردستان ایران اعلام کردند که تحریم فعال رو پیشنهاد میکنن و در این رابطه با تمام وجود در میدیاها، در تمام تشکیلات های خود در خارج و داخل کشور و تمام دوستان و همه مبارزین راه آزادی که در هر کجا در شورای دموکراسی خواهان، در کنگره ملت‌های ایران فدرال و در همبستگی برای آزادی و برابری که چندی پیش کنفرانسی رو با هم 32 حزب و سازمان متفاوت ملیت‌های موجود در ایران بودن، همگی بر تحریم فعال انتخابات بر حال پافشاری می‌کردند و همچنان که نایب خانم هم گفتن این وضعیت رو تبدیلی بکنیم آغازی برای پایان این رژیم دیکتاتوری و توتالیتر زوبه در ولایت کسانی که آورده و فکر میکنه که جنایتکارانی مثل رئیسی میتونه راه نجات اونها باشه. شاید اون چیزی که نایب خانم فرمودن آخر دوران رژیم پهلوی رو هم اون کسانی رو خودش زندانی کرد و کسانی رو دستگیر کرد که شاید روزی از وفاداران به خود شاه و نظام بودن و میشه گفت این به اصطلاح مقایسه بین اینها ادامه همون راهیه که اینها برنتابیدن جمهوری رو، برنتابیدن مردمان ایران رو، برنتابیدن حقوق مسلم مردمان ایران، حتی اون چیزی که در قانون اساسی خودشون بود، ترس داشتن از شوراها، از شوراهای مردمی، از مجلسی که بتونه احزاب در آن نقش داشته باشه. و اگر سال 1359 رو ما جدا بکنیم از سال 1360، اینا به کودتاهای متفاوتی دست دادن، از ریاست جمهوری، شورای انقلاب و حمله کردن به سفارت آمریکا و تمامی شؤون دیگر اون انقلابی که اونا خودشون انقلاب از انقلاب اول بیشتر دونستن، انقلاب خلقهای ایران رو به شکلی میشه گفت اگر نه مصادره کردن، بلکه صندوقهای رأی رو وسیله قرار دادن، اول برای جمهوری اسلامی نه کلمه کم و نه کلمه زیاد و بعدا تمام ارکانهای جمهوری رو که حتی در دوره اول قانون اساسی حرفایی برای گفتن داشتن، در دور دوم هم با مطلقیت هم در عوض کردن، چیزی برای آنچه چی میتوان گفت در اثر آن بتوان جمهوری متعارفی رو ازش تعریف کرد، واقعا به جان گذاشتن. پس در نتیجه از نظر حزب دموکرات کردستان و دیگر حزب های هم پیمان این حزب، این انتخاباتی که هست بر حال مردود، تحریم و رأی بی رأی و نه به جمهوری اسلامی و پیش به سوی
فدرالیزم در آینده رو شعار خودش قرار داد. خانم جعفرپور، شما اشاره کردید به نیروی زنان و در این دور از مناظرات نمایشی این 7 کاندیدا، به این خاطر میگم نمایشی چون همونطور که به احتمال زیاد شما این مناظرات رو که در 3 روز پخش شد به هیچ وجه اجازه نداشتن وارد مسائل اصلی ایران بشند. مثلا وقتی در مورد اقتصاد صحبت میشد به ندرت به خودشون اجازه میدادند که بیان در مورد تحریم ها صحبت بکنن که تحریم ها باعث این مسئله شده. در مورد دست اندازی های ایران در منطقه، دخالت ها و همچنین مسائلی که باعث شده رژیم ایران بیشتر و بیشتر تحریم بشه صحبت نمی شد. یعنی خط قرمزهایی بود که در این دوره از مناظرات به طور مشخص معلوم بود که نمی خواستند به هیچ وجه در موردش حتی برای محکوم کردن هم دیگم ازش استفاده بکنم. به همین دلیل من میگم مناظرات نمایشی. اما خب در همین مناظرات هم مسئله که برای من جالب بود این بود که پی برده بودند باید از نیروی زنان استفاده بکنند، باید رأی خانم ها رو به طرف خودشون و نظرشون رو جذب بکنن. به همین دلیل سعی میکردن مثلا به انواع شیوه از زنان صحبت بکنن. یکیشون میگفت من با اجازه مراجع قوم میام دوتا وزیر زن میارم، اون یکی میگفت اصلا من کل وزارتخونه رو همه وزرا رو میارم از خانوم ها باشند. چه دلیلی باعث شده که سردمداران رژیم ایران مجبور شند به نیروی زنان، به قدرت زنان، به توانایی زنان اعتراف بکنند در حالی که در قانون اساسی زنان نمیتونن رئیس جمهور بشن، نمیتونن ولی فقیه بشن و خیلی از مناصب دیگه؟ بفرمایید. بله، البته خب شما توجه میفرمایید همیشه در 43 سال گذشته به هنگام انتخابات از این فرمایشات اینا زیاد کردن، وعده و وعیدهای زیبا زیاد دادن، اگر بیایم برای زنان این کار رو میکنیم، برای کودکان این کار رو میکنیم، برای بزرگسالان این کار رو میکنیم. ولی واقعیت اینه که جنبش زنان درون ایران، زنان سرپرست خانوار، مادران پارک لاله، مادران زندانیای سیاسی، زنان دانشجو، زنان محصل، کلن جنبش زنان در ایران در 43 سال گذشته نشان داده که این همانی با جمهوری اسلامی نداره. چرا؟ چون اولین اصل آزادی زن جدای دین از دولته. یعنی جمهوری اسلامی اصولاً زن ستیز بوده و ضد زن بوده. پس با این چیزا شاید بتونه یک سری از زنای هوادار خودشو و زنای هوادار اصلاح طلب و شاید هنوز کسایی که توهم دارن بکشونه، ولیکن در مجموع اولین کسانی که بر علیه این نظام بلند شدن زنان بودن. زنان در نقش مادر، زنان در نقش کارگر، زنان در نقش همسر، زنان در نقش دانشجو. و به اعتقاد من جامعه زمانی آزاده که یک جامعه سکولار و لایک و جدایی دین از دولت. اصولا مسئله زن با مسئله مذهب و حکومت این همانی نداره. به لحاظ این به این تبلیغاتی که رژیم میکنه و امروز برای اینکه خودشون نشون بده هزار تا لاف بی خود میزنه، به اینها به اعتقاد من نباید توجه کرد، بلکه شما باید به تاریخ، حافظه تاریخی 43 سال پیش توجه بفرمایید که چه ظلمهای نسبت به زنان شده، چه تبعیضاتی نسبت به زنان شده در بخش اجتماعی و در بخش خانگی و در تمام سطوح. به لحاظ این من هیچ گونه توهمی نسبت به این مناظراتی که اینا میکنن و وعده و وعیدهایی که خواهند داد نخواهم داشت. آقای حاتمی،
حزب دموکرات کردستان اعلام کرده که انتخابات رو بایکوت میکنه و البته مردم کردستان هم در انتخابات همیشه ثابت کردن که همسویی با رژیم جمهوری اسلامی ندارند. از روز اول انقلاب گرفته که اون نای بزرگ رو به حاکمیت گفتند و همچنین تا انتخابهای بعدی که صورت گرفته، همیشه مردم در کردستان با احزاب مبارز خودشون هماهنگی کاملی داشتند و پشتیبان واقعیشون بودن. مثلا در جریان مشکباران قلعه دموکرات، حزب دموکرات کردستان در 17 شهریور 1397 هجری شمسی، خب بعد چند روز دیدیم که در کلیه شهرهای کردستان اعتصاب عمومی بود و حتی بعضی از شهرها مراکز دولتی هم اعتصاب کرده بودند، ادارات دولتی، و پشتیبانی خودشون را از حزب دموکرات کردستان اعلام کردند. در این انتخابات هم مرکز همکاری احزاب کردستان ایران و هم ائتلاف های دیگه اعلام کردن که مردم انتخابات شرکت نکنند. در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، بر طبق خود آماری که رژیم داده بود، 17% از مردم در کردستان شرکت کرده بودن. این آمار رو که به حال این 17% شامل نیروهای نظامی و بخش وسیع از نیروهای اداری که غیر بومی هم هستند میشه. با توجه به این تاریخچه کوتاهی که من تیتروار خدمت شما و بینندگان گرامی عرض کردم، به نظر شما در این دوره از انتخابات، هرچند کاندیداها خیلی سعی میکردن مسائل ملل ایران رو پیش بکشند و حتی سعی میکردن به نوعی به زبانی به غیر از فارسی صحبت بکنند و بگن ما پشتیبانهایی در گوش و کنار ایران داریم، به نظر شما آیا میتونند نظر مردم کردستان رو جذب بکنند یا نه؟ من اجازه میخوام برای کسانی یا شنوندگان یا برای نسل جدید، در سال 58 که گریز تاریخی بزنم که دو فرصتی که پیش اومد اون زمان، یکیش در 12 مرداد 1358 بود، اون زمانی که اول انتخابات تا حدودی میشه گفت نیمه آزادی برگزار شد برای مجلس خبرگان قانونی اساسی که به در مجلس مؤسسه گذاشته بودن و اون زمان استانی بود، رهبر همیشه زنده حزب دموکرات کردستان دکتر عبدالرحمن قاسملو نماینده اول هر دو ملیت ترک آذری و کرد بود در استان آذربایجان غربی. در نتیجه میشه گفت که قبل از جنگ 3 ماهه این پیشرفتی که به وجود اومد و این اولین نماینده لایقی که اون زمان انتخاب شد به وسیله این دو ملت، میشه گفت هشدار بزرگی بود که بعداً جنگ 3 ماهه تحمیل شد. البته وقایع دیگری هم بوده که جاش میجانی صحبتش، و بعد از جنگ که اولین بار میشه گفت جمهوری اسلامی مجبور بود عقب نشینی بکنه در اثر مقاومت مردم در کردستان و همچنین بخشی از حاکمیت که اون زمان برحال ملی مذهبی های دولتی موقت بودند، انتخابات دیگری که در مجلس شورای ملی اون زمان که حزب اسلامی نشده بود برگزار شد و نمایندگان حزب دموکرات کردستان اون زمان، البته بعد از کنگره 4 که حزب دموکرات کردستان ایران شد، 8 نفر به دور اول و کلیه کسانی که در شهرهای کردستان بودن به دور دوم راه یافتن که بیشترشون از نمایندگان حزب دموکرات کردستان یا دوستانشون بودن. در نتیجه با این پیشینه میشه گفت که با توجه به حرفی که شما فرمودین که اگر ما در دوره جدید هم 21 شهریور رو که اعتراض بزرگ مردم کردستان به مشکباران قلعه دموکرات و
محل آموزش سیاسی نظامی حزب دموکراتیک کردستان ایران و 16 نفر از بهترین مبارزان راه آزادی در هر دو حزب دموکرات شهید شدن و مردم این پاسخ رو دادن به سردمداران تهران و سپاه پاسداران مخصوصا و سپاه قدس که مردم پشتیبان همیشگی مبارزان خودشون هستند. و با توجه به اینکه در تمام بیش از 40 سال گذشته کردستان همیشه آماج همه جانبه اطلاعاتی، امنیتی، کشتار، سرکوب، زندانی و همه جنبه های مبارزاتی و مخالفتی بوده از جانب مدنی و حزبی و سیاسی، میشه گفت این آمادگی بیشتر هست و احزابشون که در همه مقاطع متفاوت با موضوعگیری های درست همراه با مردم راه ها رو نشون میدن و پشتیبانی میکنن، ما فکر میکنیم که این بار هم مثل اون اشارهی که فرمودید در رابطه با اولین انتخاباتی که در دوران کرونا هم برگزار شد و این به اصطلاح پنهانکاری که اون زمان هم انجام دادن به مرگ خیلی ها منجر شد، میشه گفت که هر ترفند اینا در کردستان به نظر ما بخوان انجام بدن، ملت هوشیار کرد در این انتخابات فرمایشی تا اونجایی که امکان داشته باشه شرکت نمی کنه و هر شرکتی که در اونجا اگه وجود داشته باشه زیر ترس و ارعاب و همه اون ترفندهایی هست که مخصوصا در بخشی از ادارات دولتی احتمالا برای کسانی پیش بیاد، ولی حزب دموکراتیک کردستان و سایر احزاب همپیمان فکر میکنند که حداقل شرکت کنندگان در اون باشه و اگر کسانی هم رأی بدن یا از افراد رژیم هستند یا از نیروهای امنیتی و بسیجی های فعال هستند یا کسانی هستند که در چارچوب همون دایره حکومتی بیشتر دارن رأی میدن و شاید کمترین رأی باشه در کردستان. یه مثال دیگه میخوام عرض بکنم که روشن‌تر بشه برای نسل جوان. در سال 72 در دوره دوم رفسنجانی که حزب دموکراتیک کردستان نمیخواست مردم رفسنجانی رأی بدن، گفت به احمد توکلی که در مقابلش بود و کاندیدای افر یعنی فرد نامشخصی هم بود رأی داد، نه اینکه حزب دموکرات خودش مستقیما بگه، ولی توصیهش این بود که به رفسنجانی رأی داده نشه. توکلی بیشترین رأی رو در کردستان آورد در تمام طول دوران رفسنجانی تا زمانی که زنده بود. این مسئله براش سنگینی کرد که مردم کردستان پیام رو از احزاب خودشون دریافت کردن و در نتیجه این شخصیت و مبارزاتی حزب دموکرات که از 75 سال پیش شروع شده و الانم احزابی دیگه بایش همرزم هست و همرزمهای دیگه هم که در سراسر ایران براش پیدا شده از ملیت‌های دیگر، همه دست به دست هم میدن و در نه بزرگی که به جمهوری اسلامی در دو سه روز آینده یا در جمعه آینده هست ما شاهدش خواهیم بود اگه تقلب وسیعی در صندوق‌های رأی و اون چیزی که میاندازن و اون چیزی که میخونن حتما فرق داره و اگر اون رأی واقعی رو بخونن معلوم میشه که در کردستان وضعیت تا چه حدودی در مجلس جمهوری اسلامی مخالفت است. بله. خانم جعفرپور به عنوان آخرین سوال، چون من احساس میکنم به حال وقت شما رو باید بیشتر باشه، به عنوان آخرین سوال میخوام خدمت شما این رو عرض بکنم که نقش اپوزیسیون خارج از کشور به ویژه این ائتلافایی رو که آقای حاتمی خیلی کامل در موردش صحبت کردن و اشاره داشتن که این ائتلافا تونستن این کنفرانس‌ها رو داشته باشن، نقش اپوزیسیون خارج از کشور رو شما در روشنگری برای مردم داخل کشور در ایران که در انتخابات شرکت نکنید، که بیان به کشورهای خارجی هم بگن این انتخابات ایران آزاد نیست، به هر حال تظاهراتی در پاریس صورت گرفت و این رو
به طور شفاف اعلام کردن. شما نقش این اپوزیسیون خارج از کشور رو در روشنگری داخل برای مردم ایران و همچنین در افشای کردن چهره واقعی و بدون رتوش جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور ارزیابی میکنید؟ بله، به اعتقاد من اپوزیسیون، وقتی از اپوزیسیون حرف میزنیم، من از اپوزیسیون جمهوری خواه دموکرات فدرال حرف میزنم، چون اپوزیسیون معنی داره. اپوزیسیونی هم وجود داره که میتونه راستر از جمهوری اسلامی عمل کنه. من فکر میکنم امروز آن چیزی که پیامی رو که باید اپوزیسیون به مردم ایران بده، نه تنها این که در این انتخابات نباید شرکت کرد و این رژیم مشروعیت نداره و همونجور که گفتیم آغاز پایان شروع شده و باید در مقابل این رژیم به اعتراضات مختلف میدانی دست زد، اما یک چیزی رو اپوزیسیون امروز وقتش باید بگه: شعار همه با هم و عدم وجود بدیل میتونه در انقلاب بعدی جریان سوپر راستی دیگر رو بیرون بیاره، عین جمهوری اسلامی، اشتباهی که اپوزیسیون زمان شاه کرد. یعنی گفت شاه برود اما نگفت چی بیاید. به لحاظ این اپوزیسیون امروز باید برای مردم ایران روشن کنه: یک، ایران کشور کثیرالملله، بدون حل مسئله ملی در ایران هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. رژیم بعدی هم که خواهد آمد همین برنامه رو پیاده میکنه و 40 سال بعد به جمهوری اسلامی خواهیم رسید. تازه اپوزیسیون امروز وقتش وارد گفتمان بشه با هم دیگه. برخی از اپوزیسیون در واقع اعتقاد به عدم تمرکز داره ولی به فدرالیسم اعتقاد نداره. من اعتقاد دارم باید اپوزیسیون در خارج وارد گفتمان بشه، از این کنفرانس ها باید زیاد گذاشته بشه. آن چیزی که مهمه پیوند جنبش ملیت ها و جنبش سراسری بسیار مهم است و اگر بخواد در ایران مسئله اتفاق بیفته از پیوند این دو جناح به وجود میاد. امروز باید برای مردم ایران اپوزیسیون روشن کنه راهی بجز سرنگونی جمهوری اسلامی وجود نداره و بعد از سرنگونی راهی بجز جمهوری واقعی، دموکراسی، جدایی دین و دولت، و من اعتقاد دارم جدایی ایدولوژی از دولت، این اعتقاد شخصی منه، به اضافه فدرالیسم، می شود وارد گفتمان شد با اون بخشی از اپوزیسیون که اعتقاد به فدرالیسم نداره بلکه اعتقاد به عدم تمرکز داره. با اونها هم وارد گفتمان شد، صحبت کرد، این دیسکورس رو توی جامعه راه انداخت و در واقع مردم رو راهنمایی کرد که این بار با یک بدیل مشخص از در مبارزات بیرون بیان. در غیر این صورت هر انقلابی به آزادی خواهی ختم نمیشه. هر انقلابی اگر ندانسته کار کرد و بدیل نداشته باشه میتونه جریانی خطرناکتر از جمهوری اسلامی از اون بیرون بیاد. به لحاظ این من اعتقاد دارم باید از این شعار همه با هم اپوزیسیون دست برداره، مشخص بگه چه میخواهم و چه باید کرد. در کنار مبارزات میدانی باید حتما بحث و گفتمان بدیل اجتماعی بعدی بعد از جمهوری اسلامی رو، چه در خارج چه در داخل، حتما این رو باید شروع کنه و به اعتقاد من از این راه هست که میتونن اپوزیسیون خارج از کشور و داخل از کشور با همدیگه این همانی پیدا کنن، با همدیگه همصدا بشن. از سوی دیگرم به مردم ایران باید پیام داد دیگر نافرمانی مدنی جواب نخواهد داد، بلکه نیروهای متشکل دموکراتیک میتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و در اینجا در نبود احزاب و سازمانها و نیروهای سیاسی، به اعتقاد من نقش نیروهای متشکل و احزاب و سازمانهای سیاسی بسیار مهمه، چون هر تحولی در آینده ایران بخواد بیفته به اعتقاد من از دامن یک جبهه وسیع جمهوری خواهی از احزاب، سازمانها، نیروها و تشکلها خواهد بود. در غیر این صورت مبارزات خود به خودی همیشه سرکوب خواهد شد و باز
روز از نو روزی از نو. به لحاظ این وارد این گفتمگان باید شد در خارج از کشور و در داخل از کشور و مشخص کرد امروز ما چه میخواهیم و مشخص کرد چرا ما میگوییم فدرالیسم، برای اینکه نیمی از جمعیت ایران ملیت ها تشکیل میدن و چشم پوشی به این خواست، یعنی باز دوباره تکرار جمهوری اسلامی. ممنون. با تشکر فراوان از حضور مهمانان گرامی، سرکار خانم ناهید جعفرپور از اتحاد فدائیان خلق ایران که عضو شورای مرکزی اتحاد فدائیان هستند، و همچنین جناب آقای حسن حاتمی از حزب دموکرات کردستان. بیننده گرامی، رأی ندادن شما به این معنا هست که میتونید در مبارزه علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشته باشید. پس به جمهوری اسلامی نبگید و در این انتخابات شرکت نکنید. تا برنامه آینده دیالوگ، شاد و پیروز باشید.